اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 26 اسفند 1392 سومین هفته محاصره غذایی و دارویی لیبرتی توسط حکومت عراق که بر اساس کنوانسیون ژنو یک جنایت جنگی محسوب می شود. فراخوان به آمریکا و ملل متحد برای پایان دادن به این محاصره جنایتکارانه طبق تعهدات مکتوب و مکررشان. دولت عراق در یک اقدام ضد انسانی و جنایتکارانه بیش از دو هفته است به بهانه‌های واهی از ورود دارو و مواد غذایی به داخل لیبرتی جلوگیری می‌کند. بسیاری از مواد غذایی ضروری در کمپ به اتمام رسیده یا رو به اتمام است و بیماران با کمبود داروهای مورد نیاز مواجه هستند. محاصره غذایی شیوه جدید شکنجه و اذیت و آزار مجاهدان لیبرتی به دستور رژیم آخوندی است. محاصره پزشکی 5 ساله نیز که اکنون ابعاد بیشتری به خود گرفته تا کنون باعث زجرکش شدن 18 تن از مجاهدین شده است. نیروهای عراقی به طور سیستماتیک در انتقال بیماران به بیمارستان کارشکنی می کنند. در یک نمونه اخیر در روز 25 اسفند 16 مارس به هنگام خروج آمبولانس از کمپ از همراهی 2 تن از مترجمان با بیماران جلوگیری کردند و پس از 2 ساعت و تعویض مترجمان آمبولانس از کمپ خارج شد که به دلیل تأخیر برخی از بیماران قرارهای پزشکی خود را از دست دادند و بدون نتیجه بازگشتند. پروفسور ژان زیگلر عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد در کنفرانسی که در مقر ملل متحد در ژنو در روز 14 مارس 2014 برگزار شد، ضمن تشبیه محاصره لیبرتی با مناطق تحت محاصره سوریه گفت، بر اساس ماده 54 کنوانسیون 4 ژنو، گرسنگی دادن شهروندان به عنوان یک اقدام جنگی ممنوع است و معاهده روم که پایه دادگاه بین المللی جنایی است تصریح می کند اقدام عمدی برای گرسنگی دادن شهروندان به عنوان روش جنگی با محروم کردن آنها از اقلامی که برای زنده ماندن ضروری است یک جنایت جنگی است. وی با اشاره به محکومیت شارل تیلر توسط دادگاه ویژه ملل متحد به خاطر جنایت جنگی در گرسنگی دادن ساکنان 4 شهر در لیبریا در سال 2008 گفت، این جنایت جنگی ظاهراً به دست سران کشورهای منطقه رواج پیدا کرده. جنایتکاران تمام عیار مانند رژیم بشار اسد، رژیم ایران و رژیم مالکی در مورد لیبرتی باید الان افشا شوند. این محاصره جنایتکارانه نقض آشکار یادداشت تفاهم 25 دسامبر 2011 میان ملل متحد و دولت عراق است که تصریح می‌کند دولت عراق تسهیل خواهد کرد و به ساکنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان وارد قراردادهای 2 جانبه با پیمانکاران برای ارائه الزامات حیاتی مانند آب، غذا، ارتباطات و سایر تجهیزات ضروری شوند و به ملل متحد اجازه خواهد داد که بر وضعیت حقوق بشر و انسان دوستانه نظارت کند و پروسدورهایی را برای گزارش شکایات تنظیم کند. این محاصره همچنین نقض وخیم توافق 4 جانبه 16 اوت 2012 بین دولت آمریکا، ملل متحد، دولت عراق و ساکنان اشرف است که دولت آمریکا در آن نسبت به حمایت از سلامت و امنیت ساکنان تا زمانی که آخرین نفر ساکنان عراق را ترک کند و حل مسائلی در کمپ لیبرتی که به طور مادی روی زندگی روزانه ساکنان اثر دارد شامل یک مکانیزم با دوام برای تأمین آب و برق متعهد می شود، چیزی که وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نیز در اطلاعیه 29 اوت 2012 خود نسبت به آن متعهد شد. مقاومت ایران با توجه به نکات فوق خواستار دخالت فوری آمریکا و ملل متحد است تا طبق وظایف قانونی و تعهدات مکرر و مکتوبشان درباره امنیت و سلامت مجاهدان لیبرتی
برای پایان دادن به این محاصره جنایتکارانه اقدام کنند.